فن بیان یا مهارت بیانی در واقع یک نوع توانمندی هست در درست تکلم کردن، درست تلفظ کردن، رسا و شیوا سخن گفتن و پرنفوذ بودن کلام هست که به درد همه افراد میخوره، از جمله اون دوستانی که به شکل تخصصی نگاه میکنن به این حیطه که خروجیش میشه گویندگی که حالا شاخه های مختلفی داره. برای اینکه شما در جمع کلامتون نفوذ داشته باشد، تو روزمره میتونید ازش استفاده بکنید، در گفتگوهایی که شکل میگیره با دیگر افراد، در جایی که میخواهید در مورد مطلب یا موضوعی رو بیان بکنید و ادا بکنید، یا در جایی که میخواهید تأثیر کلام داشته باشه، در این موارد فن بیان قابل استفاده است و برای همین عرض کردم برای عموم میتونه مفید واقع بشه. مهارت‌های بیانی هست که با یک آموزش، با یک آموزش تخصصی، با یک آموزش صحیح میتونید این رو کسب بکنید و در خیلی جاها میشه ازش استفاده کرد. صرفا اینطور نیست که برای حرفه‌ای ها باشه یا اونایی که صرفا میخواهن گوینده باشند، اینطور نیست. شامل طیف گسترده‌ای از افراد میشه، هم افراد عادی و معمولی که به شکل تخصصی نمیخوان کار صدا انجام بدن، میخوان در طول زندگی روزمره‌شون ازش استفاده بکنن. مثلا فرض بفرمایید که یک معلم، وکیل، یک شخصی که کار بیزنس میکنه برای بازاریابی، برای اینکه محصول خودش رو معرفی بکنه، یک مادر، یک نماینده شهر، و تا آدم ها، افرادی که میخوان کار تخصصی صدا پیشگی رو انجام بدن تو محیط کاملا حرفه‌ای پشت میکروفون در فضای استودیو که شاخه‌های مختلفی داره. شما از گوینده خبر فرض بفرمایید تا یک دوبلور و این رشته جدیدی که الان خدا رو شکر داره گل میکنه، اون هم گویندگی کتاب هست که این هم در جای خودش یک تخصص هست، و حتی کسانی که آواز میخونن از سنتی تا هیته پاپ. ما یک ضعف‌هایی داریم در تکلم و تلفظ و گفتارمون که آموزش به این عنوان آموزش فن بیان اونها رفع و رجوع خواهد کرد. برای همین شامل همه افراد میتونه باشه.